دوزهای های قیز و وحشت ولی فقیه ارتجا از همبستگی پارلمانترهای فرانسه با مقاومت ایران جای بسی تأصف و شگفتی است که پارلمان فرانسه پذیرای گروهی با این سابقه شده است آیا مجلس ملی فرانسه نمی داند که فرقه مجاهدین خلق ترور بیش از دوازده هزار تن را در پرونده خود دارد؟ رسانه های حکومتی زوزه های قیز و وحشت خامنه ای از کنفرانس گروه پارلمانی برای ایران دموکراتیک در سالن ویکتور هوگو در مجلس ملی فرانسه با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت را منعکس کردند همزمان با تظاهرات و اعتراضات ایرانی و فرانسوی علیه پذیرش وزیر خارجی فاشیسم مذهبی در یونسکو خبرگزاری حکومتی ایسنا 15 آبان 92 قیز و ولی فقیه ارتجا را از زبان یک معمور جنایتکار وزارت اطلاعات به نام حمید سجادی تحت عنوان مدیرعامل انجمن دفاع از قربانیان ترور درج کرده و می نویسد درباره حضور سرکرده گروهک مجاهدین در پارلمان کشور فرانسه سوالات چالش برانگیزی وجود دارد آیا مجلس ملی فرانسه نمیداند که فرقه مجاهدین خلق به سرکردگی رجوی ترور بیش از دوازده هزار تن را در پرونده خود دارد و مسئولیت این ترورها را نیز در نشریه رسمی خوش پذیرفته است؟ آیا مجلس ملی فرانسه نمیداند که جرم و جنایات متعددی از جمله قاچاق انسان، جل اسناد، پولشویی و حتی قتل و شکنجه افراد مخالف ولو اینکه عضوی از این فرقه باشند همه و همه به دست این فرقه صورت گرفته است باید پرسید که حضور سرکرده گروهک مجاهدین خلق در پارلمان این کشور چه معنایی میتواند داشته باشد جای بسی تأسف و شگفتی است که پارلمان فرانسه پذیرای گروهی با این سابقه شده است چگونه گروهکی که با اقدامات خود در طول سالیان دراز آسیبهای شدیدی به ارگان دموکراسی زده میتواند جایی در پارلمان فرانسه بیابد گروهی که حیات خیش را در فضای توهم سپری کرده و تلاش کرده تا این توهم سازی و توطعه پروریش را به کشورهای دیگر نیز القا کند اکنون نیز مدام از جنگ میگوید و تلاشش درباره تصویرسازی از درگیری و تهدید است حیثیت و اعتبار جامعه دموکراتیک فرانسه و پارلمانش به عنوان مهمترین نهاد دموکراتیک جوامع دستاویز گروهکی با این پیشینه اقدامات تروریستی و خائنانه قرار گرفته است به ویژه اینکه این فرقه تروریستی بر اقدامات گذشته نچندان دورش مصر بوده و هست